Toussaint Aziz, je voudrais parler en français un peu, puisque c'est... On m'a demandé de parler en français, juste un mot pour les journalistes qui sont ici de CBC, et que je puisse un peu exprimer la situation pour les francophones également, puisque c'est diffusé aussi à Montréal. Et juste pour dire deux mots, que finalement, on m'a demandé pourquoi Abadan est si important pour les Iraniens, pour les révolutionnaires et pour les mouvements contestataires en Iran. Et j'ai expliqué à CBC tout à l'heure, et je réexplique, que Abadan était à l'origine de la révolution iranienne, et ce sera Abadan serait encore à l'origine d'une deuxième révolution contre les islamistes au pouvoir. C'est ça que je voudrais expliquer et dire que cette fois-ci, ça va être différent. Si jamais il y a une deuxième révolution, ça va être une révolution démocratique pour la démocratie et l'établissement de la démocratie en Iran. Voilà, برگردیم به زبان فارسی. فارسی بسیار زیبا و قشنگ. خدمتتون عرض شود که ما تقریبا الان اگه نگاه بکنیم قریب 10% جمعیت موجود در ایران هجرت کردن به خارج از کشور. و الان آخرین آمار نشون میده که 40% از دانشجویانی که الان دانشگاه هستن به سمت دانشگاه میرن یا فارغ التحصیل میشن، متمایل هستن که کشور رو ترک کنن. این یک فاجعه است. برای اینکه اینها آدم های معمولی نیستن، اینها فرهیختگان امروز و فردای ما هستن. تصور بکنید که تمام منابع و ذخایر فکری، ذهنی، روزمینی ما به حراج داره میره و منابع زیرزمینی ما هم این رژیم به حراج داده. بنابراین عده بیشماری از ایرانیان فرهیخته که باز به زبان فرانسه میگوییم کرم دو لا کرم، یعنی بالای کرم هستن و بهترین ها هستن، از دانشگاه خوب ما فارغ التحصیل میشن، میان همه خارج. تعداد بسیار زیادی از فرهیختگان هستن که دلسوز وطن مانده اند. برخی از اونا نمیان فقط برای فرار، برخی از اونا میان برای اینکه هنوز دل در وطن دارن و میخوان که برای وطن کاری بکنن. ببینید این کمیته، کمیته یه دفاع از مبارزات مردم در آبادانه، اما شاید بشود و پیام من اینه که این کمیته باید کمیته دفاع از مبارزات کل مردمان در ایران باشه، در یک حالت همبسته با مونترال و با ونکوور، و نه فقط برای آبادان بلکه برای همه جای جای ایران، و نه فقط در رابطه با این واقعه بلکه در رابطه با وقایع بعدی، چرا که وقایع بعدی خواهد آمد. قیام ملی زمینهاش و نه خودش امروز پدیدار شده. خود قیام در حال شکل‌گیری خواهد بود، چه فردا، چه پس فردا، چه روز دیگری، به سرعت. و آخرین سخنان خامنه‌ای دیروز درست پدیدار نشان دهنده همین واقعیتی که هر چه بیشتر لرزه بر اندام چارچوبه رژیم جمهوری اسلامی افتاده. بنابراین میبایست که ما از امروز برای فردا خودم را آماده کنیم، سازماندهی بکنیم. سازماندهی یعنی چی؟ اگر این تعداد بیشمار ایرانیان در خارج کشور هستند، میبایست که این کمیته آبادان بدل بشه کمیته جهانی ایرانیان در حمایت از کلیت مبارزات مردمی در ایران برای همه روز تا روز سقوط جمهوری اسلامی. این میبایست آن چیزی باشه که ما براش از امروز این سازمانی انجام بدیم. دیگه نیاد دوباره به دوستان زنگ بزنیم. یک کمیته داریم برای کلیت مبارزات مردم، همیشه آماده به فرمان، همیشه آماده به حرکت. این کمیته، کمیته حمایت از مبارزات مردمه. این یکی از وظایفی است که من میبینم. وظیفه دوم اینه که ببینید هرچی این مردمان در ایران فریاد بزنند، هرچه مبارزات اجتماعی در ایران اوج بگیره، تا زمانی که مبارزات خود به خودی هست غالبا به نتیجه نهایی و به توفیق نمیرسه. باید که هر جنبش اجتماعی سازماندهی داشته باشه، نوعی سازماندهی، هرچند رقیق. باید که این جنبش اجتماعی سوال ما از حسین همینه،
تو برنامه داری ما آبان تا من تو اینجا کلیسا دیم تو برنامه داری اگر میتونستن این تمام این احساباتو این تشکلات رو جمع کنید همینه میخوام بگم همینه میخوام مخلص شما و اینه نوبت نمی من یه دقیقه نوبت خواستم مخلص شما شما گوش بدیم منم قربانت برم مرسی اگر جنبش های خود به خودی ما در ایران سازمان و رهبری نداشته باشه به سرانجام و به توفیق نمیرسه وظیفه ما فقط نظارگر بودن نیست پشتیبانی فقط نیست فقط این نیست که ما تمجید کنیم از آنچه در ایران میگذره بیشتر از اون باید در سازماندهی مبارزات اجتماعی داخل نیست شرکت کنیم تا حد توان تا حدی که میشه یاری برسونیم به اون جنبش فقط این نیست که ما تمجید کنیم فقط مهمترین استش که شرکت کنیم این وظیفه اولمونه برای در واقع یاری رساندن به سازماندهی درون جامعه وظیفه دوم باز میگرده به اپوزیسیون شنیده ایم و میشنویم امروز دیروز هزار روزه که شنیده ایم که اپوزیسیون نتوانسته بر سر قرار تاریخی خودش بیاد اپوزیسیون ما شوربختانه نتوانست که حتی یک تظاهرات یک جنبش اجتماعی یک گروه اعتراضی رو در ایران شکل بده هستن ارتباطات وجود داره ولی این کمبود بسیار اساسیه بنابراین این گروه انبوهی از ایرانیان که بهش اشاره کردم که در خارج کشور هستن سهم دارن در این حرکت ما همه سهم داریم حرکت در این حرکت نخبگان ما الیت های ما برجستگان ما روشنفکران ما حتی میخوام بگم که هنرمندان و نقاشان و خوانندگان ما باید در این مهم سهم خودشون رو ادا کنن صدای وحدت اپوزیسیون رو بالا ببرن و این صدای وحدت اپوزیسیون وظیفه تاریخی است که اپوزیسیون از همه گرایش ها از همه پویش ها و گویش ها از همه جناح ها و احزاب باید بتونن امروز فقط به خاطر نه منافع حزبیشون نه منافع ایدئولوژیکشون نه منافع رهبری خودشون و برای خودشون بلکه به خاطر یک منفعت بزرگ دیگری به نام ملت و به نام ایران به نام ملت و به نام ایران به گرد هم بیان و از خود بگذرند برای اینکه به خود بزرگترین به نام ملت بپیوندند با تشکر برافو برافو